شرکت برشنام میگوید روی طرح کار میکند که بر بنیاد آن جایدادهای مقامهای حکومت پیشین و زورمندانی که از پول صرفیه های برقشان بدهکار هستند را بفروشد. روی یک مکانیزم صحبت میکنیم که باید یک پالیسی ایجاد شود تا مقروضیت هایی که از همچو افراد است اونا را حصول کرده بتانیم، که یا به شکل باشه که ما بتانیم که جایدادهای زور به فروش برسانیم و یایی که راه های بدیل زیر ما بسنجیم. شرکت برشنا که بیش از 62 میلیون دلار از کشورهای همسایه بدهکار است، این تصمیم را در پی نگرانی ها از قطع شدن برق وارداتی افغانستان از سوی این کشورها گرفته است. مقام های حکومت پیشین و زورمندان محلی که بیشترشان از افغانستان بیرون شدند، 500 میلیون افغانی از صرفیه های برقشان بدهکار هستند. جایداد اینا فروخته شود دیگه شو مردم به وطن نمیان، به خاطر که برق غریب غربه بیایا. اما غریب برق خدا داد تحویل کرده، اما مردم زورمند نداد که از وطن فرار کرده رفتن، و به وطن دیگه نیاز ندارد. بل های برقشان که مانده باید در مقابل از او جایدادی که در افغانستان دارن فروخته شود تا بلای برقشان تحویل و برق بالای افراد مظلوم افغانستان قطع نگردد. در همین حال منابع در شرکت برشنام میگویند که این شرکت در نامه های پیهم از کشورهای همسایه خواسته است تا برق افغانستان را قطع نکنند، اما آیا فروش جایدادهای مقامهای حکومت پیشین و زورمندان کارا خواهد بود؟ برای کوتاه مدت مشکل یا چالش از بین خواهد برد، یک مقدار پولی را خواهد به دست آمد که اقلا بتوانند قسط بل همسایه را پرداخت کنند، مگر در دراز مدت این جوابی نخواهد بود و نخواهد مشکل برشنا را در دراز مدت حل کند. با این همه شرکت برشنا میگوید که میزان جمع‌آوری عواید این شرکت پس از روی کار آمدن حکومت تازه تا 70% کاهش یافته است.